استفاده از مولتی متر و تست قطعات رو که حالا گفتیم، ولی در مورد استفاده از مولتی متر ما در کنار فیلم های آموزشیمون یک فیلمی هست که تهیه کردیم که کاملا مولتی متر های آنالوگ و دیجیتال رو برای شما توضیح داده. اما باز همینجا یه توضیح خیلی مختصر و سریع میدم. مولتی متر های عقربه ای که مقادیر رو با عقربه به شما نشون میدن به نام های آنالوگ شناخته میشن و مقادیری که شما میتونید باش اندازه گیری کنید به صورت رنج برای کار مشخص شده و بر حسب سلکتور که بر حسب کیلو 10 کیلو عنوان میشه شما مقادیر رو روش میتونید بخونید. اما بهتر از اون مولتی متر های دیجیتالی هستن که بعضیاشون دارای محافظ هستن، یعنی وقتی شما سلکتور رو برای آمپر قرار میدی فقط دو تا از اینها باز میشه که میتونید سوکت پراب های خودتون رو وارد اون کنید، یا روی ولتاژ یا اوهمت قرار میگیره اون جایی که برای پراب آمپر استفاده میشد بسته میشه و روی ولتاژ قرار میگیره. این جلوگیری میکنه که در زمانی که از حالت ولت دارید استفاده میکنید روی حالت آمپر نشه استفاده کرد. با رنجی که وجود داره یه نیاز نیست که سلکتور خودتون رو چرخش زیاد بزنید یا روی حالا مقدار آمپرها یا مقادیر خودتون تغییرات اعمال کنید، خودش به صورت اتوماتیک اگر که بر حسب اوم باشه اوم، کیلو اوم باشه کیلو اوم، مگا اوم باشه مگا اوم، یا حالا هر واحد دیگه ولتاژ یا آمپر به شما نشون میده. قسمت تست دیود داره، بعضی هاشون تست خازن دارن و همچنین تست بازری که میتونید برای اتصالات از اون استفاده کنید. رنج هایی که برایش مشخص میشه ولت با علامت متناوب یا حالت ما الف می نیسیم، می نیسیم آکولادار، این حالت متناوب داره، یا AC و ولتاژ حالت DC با یک خط مستقیم نشون داده میشه. قسمتی که برای میلی ولت بخواید اندازه گیری کنید تعیین کردید میتونید سلکتور بذارید که میلی ولت بگیره، حتی توی معدود مولتی متر به این صورت هست، خود اون قسمت ولت که میذارید براتون تعیین کننده است. قسمت اوم که در کنارش یک عکس بیزر یا امواج اینجا برای شما نشون داده شده که میتونید هم در حالت اومی بذارید هم با یک دکمه اونو به حالت بازری تبدیل کنید. تست دیود دارید و قسمت برای آمپر، حالا این آمپر یا میلی آمپر یا میکرو آمپر یا خود مقدار آمپر تعیین شده، یا حالا در قسمت های بعضی هاشون هستن که خازن اندازه گیری می کنن قسمت خازن یا فاراوی هم برای شما مشخص کرده. پراب ها هم که به رنگ های قرمز و سیاه برای شما مشخص شده که مثبت و منفی هست. در بعضی از موارد حتما باید پراب مثلا مشکی در قسمت کام یا کامون یا مشترک قرار بگیره و پراب قرمزی که داریم حالا یا برای ولتاژ اوم یا برای میلی آمپر یا برای آمپر جدا جدا استفاده بشه، اگرچه بعضی وقتا تغییرات ایجاد نیست، فقط گاهی وقتا شما عددی رو که بر روی مولتی متر میخونید میبینید در کنارش یک منفی هم قرار گرفته. این منفی یعنی که جای پراب‌های شما وارونه قرار داده شده، میتونید جای پراب‌هاتون رو عوض کنید. دقت کنید هر از چند ماهی، اگر که 3 ماه 6 ماه یا 1 سال که بشه، باتری مولتی متر خودتون رو عوض کنید. دقت اندازه‌گیری یک دستگاه یک ابتدا به مقدار ولتاژ باتری داخلیش مربوط میشه و دوم به ضربه خوردن یا کالیبراسیون یا همون نگهداریش ارتباط داره. اینه که دقت کنید مولتی متر ضربه نخوره، باتریشو بتونید زود به زود عوض کنید. حالا اگر که نوع باتری های شارژی استفاده میکنید 3 ماهی میتونید یه بار شارژ کنید، یا اینکه حالا 6 ماهی از اون باتری های یه بار مصرف در داخلش استفاده کنید. این دقت کارایی شما رو برای تست کردن قطعات بیشتر میکنه. نکته ای که برای تست بعضی از قطعات میخواید استفاده کنید این هست که وقتی شما میخواید یه قطعه رو تست بزنید، یه مقاومت رو تست بزنید، باید دقت کنید ببینید که این مقاومت خازن، قطعه یا دیود آیا به صورت سری در مدار قرار گرفته یا به صورت موازی. در اکثر مواردی که برای مقاومت
خازن یا دیود هست، حتما باید یک طرف اون مصرف کننده رو از روی مدار جدا کنه. تو این حالت دیگه اون قطعه به هیچ قسمت از مدار متصل نیست و شما در واقع دارید مقاومت یا حالا تست دیودی اون قطعه رو دقیقا انجام میدید. ببینید شما الان سه تا مقاومت اینجا دارید. این سه مقاومت به چه شکلی اول هستن؟ ابتداهاشون به هم وصل شده، انتهاشون هم به هم وصل شده. در هر سهالت هم ولتاژ مثبت منفی به همشون میرسن. مدار مدار موازی هست، درسته؟ در مدار موازی شما اگر که پراب خودتون رو در مقاومت R3 قرار بدید، چه مقاومتی رو دارید تست میزنید؟ خب حدس میزنید که دارید مقاومت R3 رو اندازه‌گیری میکنید، در اگرچه به این حالت نیست. در این حالت چون این مقاومت به مقاومت R2 و پایینش هم به R2 و همچنین به R1 و R1 متصل هست، در واقع شما دارید تست مقاومت سه تا قطعه رو میگیرید. به همین خاطر مقاومتی که به شما نشون داده میشه یک مقاومت خیلی کمی نسبت به R3 هست. یعنی که میخواید ببینید مقاومت R3 سوخته یا سالم هست، وقتی میزنید پراب میبینید سالمه، R2 بزنید سالمه، R1 بزنید سالمه، اما ممکنه در واقع R3 سوخته باشه. پس به این خاطر حتما یک سمت مقاومت، حالا یا این طرف یا این طرف، از روی برد جدا میشه. حالا تست R3 رو میزنیم، دیگه به هیچ کدوم از این قطعات متصل نیستن، خود R3 تست میکنه. اگر که سالم بشه مقدار مقاومتش رو نشون میده، یا حالا قطعیش رو بخواید در نظر بگیرید با بازه میتونید تست بزنید. پس این نکته رو حتما دقت داشته باشید، هر جای مدار، چه در مدارات معمولی، چه ECU، چه BSI، چه BSM، چه حالا موارد دیگه، حتما یه دونه قطعه رو که فکر میکنه دچار خرابی شده، یک طرفش رو باید چکار کنید؟ از مدار خارج کنید. مقاومت، خازن، دیود، ترانزیستور، همگی شامل این چیزی که گفتیم میشن و باید در موقع کار کردن دقت رو داشته باشید. خب پس تا اینجا ما با انواع مدارات، مقاومت، جریان، ولتاژ و قطعات مثل مقاومت، خازن، دیود، ترانزیستور، کار با مولتی متر و تست هر کدوم از این قطعات آشنا شدیم. به بخش بعدی برنامه می‌رسیم. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.